در حالی که خامنه ای زیر فشار مکانیزم ماشه و انفجار خشم مردم دست و پا میزند به صحنه آمد، اما به جای پاسخ به بحرانهای لاعلاج نظام گفت: متاسفانه نقش امام در نوشته های مربوط به جنگ، در بحث های مربوط به جنگ مورد غفلت واقع شده. در همین یک جمله روشن می شود که تا کجا فعالیت ها و حقانیت مواضع مقاومت علیه جنگ ضد میهنی حتی در نیروهای وفادار خامنه ای اثر کرده که آنها با عبور از خط قرمزهای نظام یعنی خمینی و جنگ حالا دچار مسئله شده و آن را با سوالاتشان به چالش می کشند. نگاهی به آثار جنگ ضد میهنی: 3 میلیون کشته و معلول، 50 شهر ویران شده، میلیون ها آواره و بی خانمان، 3000 روستای نابود شده، بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت مادی. بعضا شبه افکنی میکنن که آیا ایران در این جنگ پیروز شد نشد؟ حتی در نمایش های جمعه هم سوال های بودار ریزشی های نظام بیرون زد. سوال اول این است: چرا این جنگ 8 ساله واقع شد؟ سوال دوم این است: آیا جمهوری اسلامی نمیتوانست از وقوع جنگ جلوگیری کند؟ نفرت و ریزش از جنایت جنگ ضد میهنی آنقدر بالا گرفت که بعد از خامنه ای در یک شوی تلویزیونی تلاش کردند نقش ویرانگر خمینی را حاشا کنند. حاکم نبودن عقلانیت در جنگ است که آقا امروز هم فرمودن صدر نقدی همش اشاره کرده. خیلی سوال میکنن چرا یه جنگ چرا اینجوری شد. یا هم سوال اولی که فرمودید، شخصیت امام و نقش امام در جنگ. شکستن تابوهای اصلی نظام و گسترش ریزش و درماندگی خامنه ای از نتایج سحر قیام شکوهمند و آفتاب سرنگونی است.